درود عزیزان دلم بسیار خوش اومدید به جلسه 38 از کلاس های آنلاین رایگان انگلیسی مثل آبخوردن در این جلسه زمان های مهم انگلیسی رو گفتیم و جمله سازی رو گفتیم بسیار مهم این درسی سیر یادگیری شما به دو دسته تقسیم میشه قبل از دیدن و مسلط شدن به این قوانین که در این درس گفتیم و بعدش این درس رو از دست نده و ممنونیم که با لایک های خودتون این ویدیو رو حمایت و همراهی میکنید و به ما انگیزه میدید که کلاس های آنلاین رایگان انگلیسی مثل آب خوردن رو تداوم بدیم این درس از قلب کانادا برای شما اجرا و تقدیم میشه و بسیاری از شما عزیزان همواره میپرسید از ما مشاوره های مهاجرتی برای اومدن به کانادا میپرسید عزیزان دارم من مشاور مهاجرتی نیستم اما میتونم فرد بسیار مورد اطمینان و شرکت معتبری رو بهتون معرفی بکنم که بتونه به شما کمک بکنه و ازشون مشاوره اولیه رایگان بگیرید شرکت آی تو کانادا به مدیریت جناب آقای وحید بابایی که سالهاست در این زمینه خبره هستند و میتونن بهتون کمک بکنن همچنین برای دوستانی که داخل کانادا هستن میخوان تغییر استاتوس بدن میتونن از مشاوره ایشون و شرکت ایشون بهره مند بشن قابل توجه که جناب آقای وحید بابایی و شرکت آی تو کانادا حامی مالی این کلاس و این جلسه هستند و ما رو گرده هم آوردن که رایگان در خدمت شما باشیم و بتونیم این کلاس رایگان رو تقدیم شما جانان کنیم این درس نقطه عطفی در یادگیری شما چه سطح مبتدی باشی متوسط باشی و پیشرفته باشی شدیدا نکات اساسی و مهمی رو در این درس خدمت شما تقدیم میکنیم پس حواستون باشه تا انتهای کلاس باشید شرکت کنید فعال باشید ببینید که چقدر مطالب عالی فرا خواهید گرفت جملات انگلیسی ساختار کلیشون در انگلیسی اینجوریه SVO یا بعضی ها میگن SVC SVO یعنی چی؟ چرا به صحبت نمی کنی؟ SVO یعنی Subject S یعنی Subject فاعل به علاوه Verb فعل به علاوه Object آقا به جای این O بعضی ها میگن C باید باشه یعنی متمم Compliment Compliment یعنی متمم یعنی تموم کننده جمله بخش پایانی جمله آقا یه مثال بزن تو رو خدا آقا بفرمایید آی در اینجا فاعل جمله است گفتم همه جا باید به صورت بزرگ نوشته بشه سابجکت ما چیه فاعل ما آی من من چیکار کردم ایت میخورم ورب ما فعل ماست اینا ورب به علاوه ابجکت شوگر من شکر میخورم انگلیسی یاد بدم به شما آی ایت شوگر من شکر میخورم شوگر در اینجا کامل کننده جمله یا مفعول جمله است درسته یا کامل کننده جمله است یا در اینجا متمم جمله است یا مفعول جمله است پس بعضیا میگن SVC وی سی میگن اس خیلی خیلی مهم نیست شما فقط یاد بگیر هر جمله انگلیسی رو در این ساختار میتونی قرار بدی اگر در این ساختار قرار نگرفت پس جمله کامل نیست I eat sugar ایت فعل جمله است sugar مفعول یا متمم جمله است I eat آقا من چی رو میخورم sugar I eat فعل جمله چیه خوردن آی ایت ا ساختار کلی جملات به همین سادگی بود تو زبان انگلیسی بله جملات خبری حالا سوالی بشه چی مفعول جاش ببخشید فاعل با فعل جاش عوض میشه تو انگلیسی اوکی چقدر راحته گرامر آقا همین رو یاد بگیری 80 درصد گرامرت اوکیه چون این کمک میکنه بقیه ساختار رو هم یاد بگیری آقا یه مثال بزن چشم آقا مگه نگفتیم SVO subject به علاوه verb به object یا حالا متمم یه زمان حال ساده به ما مثال میزنی چشم simple present زمان حال ساده I go to school I فائل جمله go verb ماست فعل ماست to school متمم جمله است یا مفعولشه I go خب I go یک عبارت دیگه یک عبارت چون کامل نیست I go کجا میری خب to school تکمیلش کرد بهش میگی متمم کجا میری به مفعول میرم میرم I go to سکول، اوکی حالا میخوام مثال بزنید بچه ها تو کامنت لطفا بنویسید و بچه که صدا میکنید دستشون بالاست میخوان یه مثال برای من من بزنم ببینیم که چه جملاتی میخوایم بسازیم پریسا یه جمله با زبان حال ساده با این ساختار برای من بساز بچه تو کامنت لطفا بنویسید بچههایی که صداشون اینجا نمیاد و صداشون نمیکن لطفا تو کامنت بنویسن یا بچههایی که بعدا این ویدیو رو می شرکت کن دیگه نشون بده خودتو رفع اشکال میکنین اوکی کی میخواد مجید سب یک فاطمه تاجی. یه جمله برای من بساز زمان حال ساده I walk to work I walk to work من قدم میزنم به سر کار میرم قدم میزنم خیلی هم عالی صبحان ربانی مثال بزن با زمان حال ساده I work in the shop I work من کار میکنم in the shop in the shop تکمیل کنند است یا مفعول جمله است I work من کار میکنم in the shop در یک فروشگاه خیلی هم ممنون ببینیم چه مثال هایی داریم بچه ها کامنت بنویسید دوتفا مثالاتونو رو اوکی میبینیم I want coffee من قهوه میخوام نوشی I go shopping I go shopping okay. I go من میرم شاپینگ به خرید در واقع میرم خرید اینجا شاپینگ حالا درسته به صورت آی نوشته شده ولی نقش کامل کننده رو داره و مفعول بهروز اسدی I go to the market من میرم بازار I go to kitchen یا I go to the kitchen و درسته we want we want to buy something آفری قربانی هرچند غلط املایی داره اوکی عالی بچه ها عزیزان دلم تو کامنت بنویسید مثالاتونو خیلی عالی آفرین بر شما بریم یه ساختار بعدی رو با هم کار کنیم اجازه بدید که از بچه ها بپرسیم بیان بالا الی احقان. میخوام مثال بزنی بگو I go to the gym من به باشگاه رفتم خیلی هم عالی yeah. I like ice cream تو کامنت ها میبینی بچه کامنت کنید بچه که نمیرسن کامنت کنید زهرا مرادی مثال بزن I go to school I go to home I go to I go to school ای اولش این هم یکی از دقیقا مشکلات 99 درصد ایرانی هست. اضافه کردن ا به اول کلمات بی صدا قبلا هم گفتیم باز هم میگیم ولی خب تعداد مشالای ایرانی زیاد زیاده دیگه <تصفح> و کسایی که صدایی ما رو میشنون <تصفح> چرا؟ چون شما لایک نمیکنین این ویدیو رو که به دست دیگران برسه این رفع اشکاله سخنوران به یک زبان مشترک باعث میشه مثلا سارا میاد رفع اشکال میشه سلاله متوجه میشه ای من دیگه نباید بگم اسکول من دیگه اومدم با انگلیسی مستحاب خوردن درست یاد گرفتم I go to school آفرین بچه کامنت ها رو من ببینم بچه دارن کامنت میکنن آلی I study English I'm a math teacher math i get manzur and riyaz i eat lunch nushayjan I, I buy fruit off feren i go to the beach off feren i get up at seven every day off feren i go to the office off feren by i go to play in the game i go to play the game okay i go to gym off i go to home okay i play musical instruments off feren off feren by shawab lot fandar comment benevisit mesalotuno بنویسید همه رو رصد میکنیم چک میکنیم اوکی بریم بعدی ساختارهای متفاوت رو یه دفعه یاد بگیریم دیگه حالا که داغیم همه رو یاد بگیریم آقا بعضی وقتا وسط کار اون موقع که دیگه شروع یادگیری رها میکنه رها نکن یه قهوه بزن یه کم استراحت کن ادامه بده تازه گرم شدی ذهنت آماده شده ساختار بعدی چیه گذشته ساده آقا گذشته ساده من شنیدم خیلی سخته نه اصلا سخت نیست چجوریه دوباره تو ساختار SVO می گنجه بله عزیز دلم فائل به علاوه ورب فائل بله فعل بله مفعول حالا همون جملاتی که نوشتیم رو تبدیل میکنیم نگران نباشید آی went آقا went دیگه چیه من فعلی تالا تا نایده بودم went گذشته go چون گو یک فعل بیقاعده است بنابراین به زمان گذشتش تغییر شکل پیدا میکنه به جای که بگیم گو میگیم ونت دبلیوش هم رپات حالت, حالت بوسه باید باشه لوله ای باید باشه گوش میشه ونت خب در مورد افعال بیقاعده در یک ویدیو در کانال یوتیوب انگلیسی مساب کردن کامل اون 75 تا فکر میکنم که خیلی ضروری باید بلد باشین و براتون توی ویدیو درست کردیم آدرسش هم تو قسمت دسکریپشن این ویدیو براتون تو یوتیوب میذاریم نگران نباشید خب I went to سکول. قبلی رو ببین. گفت I go to school. من به مدرسه میروم. آقا میروم. میشه زمان حال ساده دیگه. شد رفتم. شکلش عوض شد. خب چه انتظاری داری از زبان انگلیسی تفلکی که شکلش عوض نشه فعل گو نشه Went. پس چیز عجیب غریبی نیست که خودتو بترسونی ترسونی بچه ها انگلیسی خیلی راحتتر و ساخت تر از فارسیه بنابراین همینجا راحت دیدی میروم شد رفتم پس گوام هم میشه went I went to school ببینیم کامنت ها بچه ها دارن کامنت میکنن ترکندن آفرین آفرین بچه ها شما هم جملاتتون رو بفرستید رفشگال میکنیم I came to park من به پارک اومدم I went to the market پری جلیلیان تقلام <تصفح> <applause> کردی I ate eggs for the breakfast یا yeah, for breakfast okay. نوشه جان uh, امیدوارم که Okay، I cooked food for lunch. Okay، offering، offering. Just kidding. هری نگران نباش. I went to sh to the shop. I go to shop که زمان حالشه و I go، I went میشه زمان گذشته. I sailed to Rashd. I sailed to Rash. Dar از نظر معنی لغتیش یعنی که کشتی رانی کردن بر رش. ولی در واقع از نظر مفهومش یعنی که من به سمت رشد روانه شدم فارسی چقدر قشنگه نه همه کاملا کاور میکنه درست زبان ساخت ای نیست اوکی عالی هستین بچه زمان گذشته ساده کسی سوالی داره بپرسه کسی سوال خب اوکی میتونین صحبت کنین عزیزان دلم تا کامنت رو ترکون بچه ها تو کامنت ها بنویسید مثال ها رو چک میکنید بچه ها کسی سوالی داره گذشته ساده رو بله استاد من سوال بفرم. دارم بفرمی میخوام بگم که من دیروز به بازار رفتم I went to shop I, I went to the market yesterday I went okay. خب اگه خطابم به مثلا طرف مقابل باشه مثلا خواهر بود. حالا شما اگه طرف مقابل من نبودی الان اره من داشتم خبر من داشتم ده ده. قیبت و... برای شروع قیبت که بخوام غیبت کنم که آقای فروشنده چی گفت چی الان من دارم میخوام غیبت با شما شروع کنم قیبت که میدونی چیه سارا نه منظورم اینه که مثلا دلیل غیبت نمیدونی چیه <تصفح> <تصفح> گوش کن غیبت <تصفح> کردن دوتا خانوم کنار <تصفح> <تصفح> هم دیگه باید. او اونو میدونی من الان میخوام شروع کنم بهت بگم I went to market yesterday بل. بعد شما تازیم میگی او What happened sister? خواهر چه اتفاقی افتاد؟ حالش دیگه شروع میشه. مخاطب بودی دیگه. اوکی؟ okay. مرسی مادر. حالا اپامت کجاست؟ خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. شوخی بوده؟ همین okay. که رفت. پس همین که رفتن. این که جمله رو چه جوری بخوام بگم؟ مشکل من چیدن جمله است. I went مثلا تو کجا بیاد داریم ساختار رو میگیم دیگه الان ساختار آقا یه فائل غیر از آی به من بگو متوجه شدم مثلا uh, oh, گرفتی? Okay. She. He. She, she. He او گرفتی اوکی شی هی ونت او رفت به بازار اوکی okay. okay, nice. به جای اون آیه میتونی هی شی هر کی بچا حالا که سوال پرسید سارا شما میتونید فایل رو عوض کنید اوکی تو کامنت ها بنویسید لطفا شرکت کنید نگاه میکنید اوکی okay. بریم بعدی گذشته ساده پس کسی سوالی نداشت به اون صورت و اگرم باشه تو پاسخ میدیم آقا بریم ساختار حال استمراری حالی که استمرار داره نه چه فرقی داره با حال ساده؟ حال ساده به کلیت ماجرا اشاره میکنه. I go to school by bus. من با اتوبوس به مدرسه میرم. خب؟ در مورد کلیتش صحبت میکنه. با چی میری؟ I go to school by bus. حال استمراری در مورد کاری صحبت میکنه که الان داری مینویسی. الان میگم یه مثال برای من تو کامنت بنویس با زمان حال استمراری. شروع میکنی تایپ کردن پشت کامپیوترت you are typing an example شما داری یک مثال رو تایت میکنی اما وقتی که میگی که من انگلیسی تمرین میکنم در مورد کلیت تمرین صحبت میکنی دیگه اونجا میتونی اشاره کنی I practice English every day من هر روز انگلیسی تمرین میکنم علکی که نیست تو دوره 500 دلاری و بورسیه 500 دلاری انگلیسی مثل آب خوردن رو بردم تو گروه ارسال تکلیف و تمرین شرکت کردم رفشگال میشم رایگان wow، سچ واو wow، های اینجا یا بچه اینجا میخوان شوخی کنم میگن سچ واو یعنی عجب چیز متعجب انگیزیه. اوکی ممنونم کامنت ها ترکید با این مثالاتو I'm going to school آقا ساختار حال استمراری چطور فائل به علاوه فعل فعل در زمان حال استمراری I'm going میشه I are going یعنی داری میروی is going داره داره میره مثلا همینجا سارا پرسید او او رو داره میگه مثلا همسرشو یا چه میدونم دوست یا یارک میگه او داره میره بازار کاش منم ببره میشه he is going to market or he is going to school to school میبینی اینجا رو اسکول ای نگفتم ها ایرانی قربونت برم هموطن دلتنگ من تو سکول تو اسکول نگیه موقع اوکی لیلا موسوی What's the question? سوال چیه لیلا؟ دستت بالا است لیلا. دوست تو دو سلام. من تو راه بودم هنچر دستم بده بوده به وقتی سوال نکاش. سارا زمانی سوال داری؟ بله استاد بخشید. میخواستم من فعل این حال استمراری همیشه باید زمان حال باشه اصلا گذشته نمیشه یعنی اون میشه گذشته استمرار دیگه یعنی حال استمرارمون تموم شده یعنی استمرار حال گذشته استمرار بله همه هم چی پس داریم حالا همه رو میرسیم گفتم این درس زندگی شما به دو دوره تقسیم میشه وقتی که این درس رو ندیده بودی و وقتی که این درس رو دیدی کامنت ها ترکید بچه ها آفرین آفرین I'm drinking tea and listening to you نوش جونت نیلوفر میگه یه لحظه وایسی من تا قبل رو بخونم میترا از یاد یو ار تیچینگ English? اوکی یو ار تیچینگ English اس every نایت اوکی اوکی قابل قبول نگران نباشید چون تو این ساختار میاد بچه ها در اینجا در زمانه اگه بخوایم تو قالب اس وی قرار بدیم اینجا فعل فعل حال استمراری رو میشه ام و ایز و آر علاوه فعل در حالت آی گو فعل ماست آی میشه going پس اینجا فاعلمون i yeah, پس میشه ام. اگه you بود میشه you are going اگه he or is it بود میشه is going that's it فهیم عرافی سوال داری استاد میخواستم بگم اگر که ما بخوایم این جمله رو برای شی یا هی استفاده کنیم برای رفتن به ادارهش خب میشه بگیم he is going to off to the office یا to office. office نه office office She is going to office. داره میره ادارش. آه. آه دی دیگه دی دیگه نمیخواد. بستگی داره. اگه میخوای اشاره آه. کنی گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم آفیسشه. خب. She is going to the office. اون داره میره به دفتر اداره ه، اوکی؟ اونجا از تی استفاده میکنی. اوکی؟ تشکر. تشک. عالی بچه عالی کامنتاتون عالیه ممنونم بریم ساختار بعدی بچه سر حال استمراری کسی سوال داره گفتیم دیگه فا... سوم شخص رو گفتیم حالا بریم آ... بچه در مورد they they هم are میگیره they are going to school اونها دارن میرن مدرسه اونها دارن میرن مدرسه پس در مورد they هم are استفاده میشه پروانه یو... یوسفی سوال داری؟ بله استاد من متوجه نشدم مخفف چی هستش گانا گانا خب در گفتار مخفف در گفتار البته نه در نوشتار گانا مخفف going to it. وقتی شما میگی من قصد دارم توضیح بدم I'm going to explain من قصد دارم براتون توضیح بدم حالا در گفتار آمیانه I am going to میشه I'm gonna و از, از اون هم میتونه مخفف تر بشه میشه آمانه آمانه explain okay. من قصد دارم براتون توضیح بدم اوکی okay. بچه اینجا دستتون پایین لطفا کسی اینجا سوالی داره تا بریم بعدی زهرا شمن صفت ماشاءالله همتون سوال دارید سلام استاد نه من اینجا هیز تاکینگ میخوام بگم که او هست در حال صحبت که او داره صحبت میکنه با من باید بگم هیز تاکینگ تو می هیز تاکینگ تو می مرسی متشکرم. خواهش می‌کنم گفتیم که بچه قبلی بچا ها های قبلی تلان همه رو گفتیم پس چی گذاشتی بمونه برای بقیه همه رو که گفتی تو درس های قبل گفتیم درست بذار کی بوده بیگلری نگفتیم اینو تاک تو چرا استاد گفتیم. گفتیم, همه رو گفتیم جامعه درس میدم من عمقی اوکی آقا حال استمراری یه مثال دیگه با از بزن با سوم شخص بزن بفرمایید موری میتونه هی باشه دیگه نه موری از مای نیم موری is going to school موری داره میره, میره به مدرسه پس به جای ام going در حال استمراری سوم شخص باشه she is she is going to یا مؤنث باشه یا مجرد فرقی نمیکنه یا I, it he she it یا اسم خاص is going to school داره به مدرسه میره اینم سوم شخص که خواستم فقط ازده رو یادتون بدم موضوع بعدی I will go to school یا خود چارلز ویکنز زمان آینده ساده است. چرا خودتون میترسونی I'm here آقا گفتیم ساختارمون چیه سابجکت ورب آبجکت فاعل به فعل به آبجکت یا متمم کامپلمنت اینجا آی فاعل جمله است دوباره will go فعل در زمان آینده است ما تو فارسی کم استفاده میکنیم آینده رو چرا مگه ما آینده نداریم ما ایرانیا نمیدونم از من نپرس ویل go من خواهم رفت اما زمان آینده شدیدا تو هر زبان ها دست کم تو انگلیسی و فرانسه و آلمانی و ترکی استانبولی دست کم این چند تا زبانی که من مسلط هستم کاربرد داره ولی تو فارسی نمیگیم مثلا میگی که به جای اینکه بگیم من خواهم رفت مدرسه میگیم من میرم مدرسه از همون حال ساده چرا برای ما آینده نذاشتی چرا نذاشتی برنامه رو زیاد بگیریم حالا نمیدونم مخاطبش کی بود will go, یعنی خواهم رفت I will go to school. آقا اون گوه که داشتی I go to school شد will go. زمان شد آینده ساده. Will به فعل در زمان ساده میشه آینده ساده. بچه تو کامنت بنویسید ها رو. آه 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 آه. خلاقیت عالی عالی عالی. عالی. بچه جملات متفاوت به من بدید در زمان آینده ساده. She will She will have surgery. پریسا گفته. She will surgery. She will have. I will see to me me tomorrow. I will see you tomorrow. شهر نزده بگو من سیب خواهم خورد. I, uh, 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 I, I, I will eat apple. I will eat و apple. در مورد کنید. دقیقا شما دارید وی تلفوز میکنید. لبهاتون حالت ای باید باشه. Yes. آیت آیتونم آیه کوتاه در will I will eat I will apple eat apples. یه سوال من دارم کل دستم بالا بود اپل. این برای موقعیت های رسمیه رسمی غیر رسمی نداره یعنی چی اینا رو کی در اینا رو از کجا در یعنی خب مثلا غیر رسمی برای کی اجازه یعنی برای زمانی که از will استفاده می کنیم کجا میخوایم از will استفاده کنیم و کجا میخوایم از going to استفاده کنیم باید موقعیت رسمی یا خیر نه هیچ ربطی نداره اینا رو ببین اینا زاید زایده تخیلات یزد عزیزی که تو ایران دنیای اونور رو ندیدن شما الان بخوای در مورد زمان آینده صحبت بکنی که من فلان کارو خواهم کرد از ویل بعد استفاده کنی اگر قصد انجام کاری رو داری میگی I'm going to درسته اوکی؟ ربطی اوکی. به اینکه که رسمی غیر رسمی من نمیفهمم اونجا که اختصار میشه شما اختصار میشه آمیانه میشه شما هیچ جوری نمیتونی اینو آمیانه کنی تنها چیزی که مام... میتونی بهش اضافه کنی میگه... یه آپاستروفیه به جای ام... will بزنی آی آپاستروفی دو تا ال گو آی گو به جای آی will گو بگی آی go گو میگن که اینجا به ما آموزش که میدن میگن اگر موقعیت رسمی غیر رسمی بود قبل از برنامه ریزی و پلن بود شما از بیگوین تو استفاده کنید اگه یهو یه بی برنامه ریزی نشده بود از ویل استفاده کنیم اولا این که عجیب میبینم که البته عجیب نیست چیزی که چیزی که من دارم میبینم هنوز تلفظ ویل رو به شما آموزش ندادن ولی در برد ساختار مندر آوردیش یه چیزی برای شما گفتن نه اینجوری نیست شما فرض کن بذار الان برای شما بگم شما اومدی کانادا اومدی امریکا مدیر اینجا معمولا رنت میکنن دیگه خونه رنت میکنن اولش تا بخرن شما مدیر ساختمونت بهت نامه زده میگه که اومدی اینجا اون بیده ای که سر توالت فرنگی بستی باید باز کنی این غیر من ایرانی ها این کار میکنن دیگه بیده ش... شیر اضافیه یه مثال خیلی ساده برات بزنم که اتفاق میفته بعد میگه ما اومدیم خونه تو بازرسی کردیم شما سر توالت فرنگی چلنگ بستی بهش میگن بیده اونو باید باز کنی بعد میای ریپلای میکنی I will remove that بیده from my toilet نمیتونی بگی I'm going to اینجا مم. مفهوم نمیده حالا درسته شما قصد داری حتی مم. حتی اگرم با مسئول ساختمان اون کار دوستم باشی اینجا میشه آمیانه دیگه نمیگی I'm going to remove that یا مم. I'm going to detach that اونجا بگی باید بگی I will یعنی من قصدم جدیه که اون کارو بکنم وقتی مم. شما بهتر اینجوری بگیم اگر قصد شما جدیتره برای انجام یه کار مم. I okay? از اگر میخوای بگی قصد دارم این کار رو بکنم ولی حالا قطعیت نداره میتونی بگی I'm going to اونجا میتونی بگی I'm going to قصد دارم این رو انجام بدم یعنی همچینم هم دلم نیست مم. گرفتی؟ بله من بله. اینجا خیلی ببین. سخت میکنن برامون ببین اون چیزی که متاسفانه داریم میبینیم دیگه الان 99 درصد بچه هایی که الان میان تو این کلاس شرکت میکنن به عنوان مش نمونه خلواری که تو سیستم آموزشی داره تو آ آ آ منظورم کل سیستم آموزشگاهی زبانه کاری با کسی ندارم من دارم خروجی اینو میبینم دیگه همه عزیزانی که اینجا هستن که حالا از ایران شرکت کردن چون بچه از کل دنیا تو این کلاس هستن خروجی همون سیستم آموزشی هن دیگه تلفظ درست دوبلی رو یاد نداده تلفظ درست ای کوتاه یاد نداده اما یه چیزی من در آوردی درست کرده چی هم حرفی زده anyway I will go to school من به مدرسه خواهم رفت ببین قطعی این موضوع فردا I will go to school tomorrow من فردا قطعا به مدرسه خواهم رفت ولی وقتی میگی I'm going to school tomorrow یعنی قصد دارم برم حالا شایدم نرفتم اونجا وقتی اینجا الان فرقی که شما پرسیدین ماندانا بود پرسید فرقی که بین will go وجود داره برای بیان زمان آینده با I'm going to اینه که شما اونجا عدم قطعیت رو میتونی ابراز بکنی گفتم ساختار آینده یه مقدار برای ما ایرانیا نمیدونم چون هیچ وقت آینده برامون ملموس و امیدوار کننده نبوده شاید دلیلش اینه که اینقدر تو فرهنگمون باعث شده در مورد ساختار آینده صحبت نکنیم ولی تو انگلیسی شدیدن استفاده میشه حتی تو انگلیسی آمیانه معلم مدرسه پرنسپال مدرسه میگه دیگه از این به بعد چیکار همکلاسیاتو بازار نکن اذیت نکن اون بچه میگه I will دیگه این کارو نمیکنم ممنونم برای مثال هاتون تو کامنت واقعا ترکوندین آفرین به این انگیزه بچه ها, کسی سوال داره زمان آینده ساده رو کسی سوال داره آینده ساده رو اصلا در مورد ویل من بعضی جا میبینم میگه ویل بی من تفاوت ویل با ویل بی رو نمیدونم اون چیزی که شما گفتی ویل نیست چرخه چرخ درشکه است ویل. ویل اوکی ویل بریم بعدی میرسیم بهش الان میرسیم بهش زمان گذشته استمراری رو بگو در زمان گذشته یه کاری در حال استمرار بوده من داشتم میرفتم فلانجا ها I was going آقا was going دوباره میره تو ساختار verb فعل زمان گذشته استمراری was going and were going اگه جمع باشه were going اگه مفرد باشه was going I was going you, were, you was going you, you, اینجا فعل, you حالت جمعش یعنی تو هم بگی میشه you were you were going she was going he was going it was going they were going و همچنین you were going تو داشتی میرفتی تو سکول داشتم میرفتم مدرسه ها فلان اتفاق افتاد بچه ها مثال جدید دستتون بالا باشه به بهناز ببخشید بذار بچه ها یه مثال میخوام غیر از اسمایل نیلوفری یه مثال زبان گذشته استمراری به من بده بچه ها لطفاً مثالاتون رو تو کامنت بنویسید همه رو رفعشگال میکنیم نگران نباشید اوکی، okay. میری، I was driving the car. من داشتم ماشینه رو میروندم. اینجا تیه ای استفاده کردی بهروز یعنی که اون ماشین مخصوص که من و تو میدونیم. I was practicing guitar. اوکی، okay. آفرین بر شما. I was driving, I was practicing, they were going, آفرین، they were going, آفرین، They was eating. She was eating. Of offering. We were coming. Offering. I was sweeping. Okay. You were eating. Offering. They were. Okay. این دیگه چیزی دیگه شد. I was eating breakfast. Breakfast. Offering. بچه‌ها مثال رو در کامنت باید شوی که بعدا این نرسر می‌بینم. بنویسید و ما رفع اشکال میکنیم نگران نباشید اوکی بریم بعدی پس در مورد گذشته استمراری هم تو این قالب SVO او گنجی درسته فعل زبان گذشته استمراری میشه was going and were going اگه مفرد باشه was going اگه جمع باشه were going بریم بعدی ببینیم بعدی چیه برسیم به آرزوی شهناز I will be going to school. او او اوه 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 اینجا فل چیه؟ فعل will be going من در حال رفتن به مدرسه خواهم بود فردا ساعت هشت و نیم سرویس اومده سر... اینجا, مد... اینجا بچه ها میان بچه ها رو میبرن مدرسه تو امریکا و کانادا حالا نمیدونم استرالیا رو حالا بچه که از استرالیا هست اینجا بچه رو مدرسه ثبت نام رایگان هم هست اینجا مد... سرویس میاد جلوی خونت بچه رو میبره مدرسه بعد از اونم میاره به بچه میگی که فردا مثلا این موقع تو کجایی میگه I will be going to school at this moment tomorrow فردا این موقع در حال رفتن به مدرسه هم تو سرویس داریم میزنیم سر و کله هم باز درایور داره میگه be seated بشین سر جات اینجا راننده اتوبوس مسئولیتشون خیلی سنگین anyway خب I will be going پس ساختاری که شهناز پرسید آینده استمراری یک کاری که در حال استمرار در حال ادامه خواهد بود در آینده من میخوام بگم بچه ها مثالا رو تو کامنت بنویسید میخوام بگم فردا در حال تدریس خواهم بود I will be teaching پس will be teaching دوباره چی شد؟ فعل در حالت ing و قبلش will be will will be I will be teaching English tomorrow at this moment for example خب ببینیم کی میخواد مثال بزنه و ماشاءالله به این همه انگیزه الی احقان میتونی مثال بزنی آینده استمراری استاد آی ویل بی late فور ورک یه بار دیگه بگو آی ویل بی late فور ورک ساختار رو داری میبینی الها آی ویل بی لیتینگ منظورت چیه چی میخوای بگی let, uh... دور کردن من او دیر... Oh, دیر کردن آره لوری <تصفح> <تصفح> آره چرا نه چرا okay. آخه لورا دیر میگن, دیر دور. میگن دور نه دیر, دیر میگن دور کردن دیر... دیر کردن آره okay. I will be من ش... I okay. will be having late. من تأخیر خواهم داشت. من بی... فردا تأخیر خواهم داشت. اگه منظورت اینه. I, I will be having من در حال داشتن تاخیر خواهم بود ولی خب یه مقدار همچین make sense نمیکنه بهتره بگی که یه جمله منطقی تر بگی بذار ببینیم بچه ها چی میگن الستار گروپ تبلیغ میکنی اسم تو اینجا؟ نبینم از این کار <تصفح> بگو الستار گروپ الستار گروپ صدات نمیاد درود بر شما I will be eating restaurant. I will be eating lunch at a restaurant tomorrow. من فردا در حال خوردن غذا خواهم بود. آفرین. البته من اصلاحش کردم ولی ممنون برای جسارتتون. پرستو فلاح. اصلا جمله خودتون رو یه بار میگیم ببخشید. جمله خودم کدوم جمله بود من I will be teaching to I will be teaching English tomorrow at this moment متکر فردا این موقع من در حال آموزش خواهم بود بچه ها مثال ها رو من ببینم I will okay, سب کن I will be watching a movie tomorrow من در حال تماشای فیلم خواهم بود آفرین حمید سنبولی نوشته سنبولی ها I will be cooking kebab tomorrow. نسیم ساعت چی گفته؟ آفرین. ندا تی اس گفته we will be having lunch tomorrow. ما در حال غذا خوردن خواهیم بود. He will be using the car tomorrow. امیدوارم مواظب خودش باشه. آفرین آفرین به این همه انگیزه تو. خب ببینیم کی میخواد اینجا مثال بزنه. زهرا مرادی بگو. I will be learning English tomorrow. آفرین فردا در حال یادگیری انگلیسی خواهم بود آفرین اسمایل نیلوفری بگو I will be driving uh, to tomorrow work. I will be driving to work tomorrow tomorrow I will be driving to work at this moment فردا yes. این موقع در حال رانندگی به سمت کار خواهم بود دارم میرم سر کار I به سلامتی علی فعال امروز فعال نیستی بگو ببینم مثالت افتاد علی علی افتاد بگو I علی فعال I will be resting tomorrow I will be resting tomorrow <laughs> بچه ها مثالاتون عالیه ناهید نوابزاده گفته I will be listening اوکی با بعد تیوی گفته I will be listening to radio tomorrow من در حال گوش دادن به رادیو خواهم بود بهتره برای تیوی بگی watching یعنی تماشا میکنم I will be here the next lesson I will be attending the next session من در حال حضور در کلاس خواهم بود جلسه بعدی okay? I will be sleeping this time tomorrow سمیرا کلینی گفته ممنونم بچه ها برای کامنتاتون آفرید آف آفرید بریم بعدی بچه ها دستا پایین لحظه من ببینم ساختاره آینده استمراری رو کسی سوالی داره will be فعل در حالت ing فرزانه بی کناری اوکی نه دستش آورد پایین I will be فعل در حالت ing so, uh, شهناز در اوکی شدی کجا بی میاد بله زمانی که در حال انجام دادن کاری باشی زمانی که حال آیا... ببخشید زمانی که آینده استمراری باشه I will be اوکی okay. اوکی okay, you. you're welcome آقا این دیگه چیه سخت کردی نه سخت نیست ساختارمون همون ساختاره اس او سابجکت ورب آبجکت هفگان اینو من دیده بودم تو مدنایی که میخوندم اما نمیدونستم این هف اینجا چرا من دارم داشتم گان چرا اینجوری بوده الان برات میگم چرا اینجوری بوده یه ساختار داریم حال کامل تو فارسی میگی من یه کاری رو انجام داده ام من به مدرسه رفته ام من غذا رو خورده ام نیومدی دی نیومدی چی نیومدی دیگه دیره یادم رفت نیومدی خیلی دیره اوکی I have gone من رفته ام آقا این گان دیگه چیه؟ گان شکل سوم فعل فعل گو گذشتش یادت میاد شد ونت شکل سومش میشه گان آقا چیز عجیبی نیست تو فارسی هم داریم گو یعنی رفتن ونت یعنی رفتم در زمان گذشته گان یعنی رفته ام گو عوض شده شکلش. شکل شکل سوم فعله آقا در مورد افعال بیقاعده و کلا شکل های افعال در یک ویدیو به صورت کامل صحبت کردیم دیسکریپشن این ویدیو رو اگر چک کنید در یوتیوب کاملا آدرسش رو براتون گذاشتیم میتونید استفاده کنید پس اگر بخوام حال کامل بگم میگم فائل به علاوه هف به علاوه فعل در شکل سومش ببینم مثالاتونو رو اوکی بچه هم یه لحظه سب کنین ببینم بذارید من بهتون برسم ماشالله فوزی یه مثال به من بده حال کامل I have gone نگیه رفتم I که دیگه من گفت بگو. I have been I have been to home I have done to my job. homework میگه بابا و بعد خونه میگه تکالیفتو تو انجام دادی میگه I have done my homework خب ببینیم شی ها سوم ف... آقا سوم شخص هم میشه هاف نه میشه هز دیگه اینا همه میدونن مثالا رو چک کنیم بچه تو کامنت مثالاتونو بنویسید She has bought. What? شکل سوم فعل buy. This shoes. او این کفش ها را خریده است. I have forgotten. آفرین forgotten شکل سوم فعل forgot. I have forgotten all about it. همه چیز رو فراموش کرده ام. She has eaten pizza. Pizza. آفرین نیلوفر. اون پیتزا ها رو بلعید رفت. Uh, I have seen my neighbor this morning مثلا. امروز همسایم رو دیدم خیالت راحت باشه با آش صحبت کردم I have seen سین شکل سوم فعل سی دیدن I have seen my neighbor همسایم رو دیدم با آش صحبت کردم بریم بعدی ساختار بعدی چیه؟ ای گذشته کامل مگه گذشتم کامل میتونه بشه؟ بله گذشته کامل میتونه بشه به جای هف میگی حد گذشته هفت میشه حد دیگه نه؟ آقا اینجا اگه شی بود چی؟ اون هم میشه حد اینجا دیگه خیالت راحت باشه ببین انگلیسی چقدر شیرینه بچه ها مثالاتون ترکون کامنتو قربونتون برم آفری محس... محسسیان گفته I had eaten native food همون عوض کردی آفرین I have seen my sister آفرین زینت you have, you have given anything به همه چی در اختیار همه نعمات در اختیار قرار گرفته بچه حالا گذشته یه سوال داری؟ ببخشید میتونیم بگیم I have had پیتزا I have had اون چیه؟ اون شکل سوم داشتنه یعنی من پیتزا رو داشته ام برای نهار چی خوردی تو ساختاره به, به خوردن به خوردن انگلیس میگن هدم استفاده بله, بله. یه فرق ریزی داره اردلان یه فرق ریزی بین خوردن وقتی که هد فعل have برای خوردن استفاده میشه یه فرق ریزی داره خب ببین تو فارسی بچه ها این نکته خیلی ریزه ها یعنی 20 سال بعد بودوی دنبال انگلیسی تا بتونی اینو اینجوری دسکرایب کنی ببین الان شما من میگم چی دیدی ما تو فارسی میگیم صرف شده نه مثلا میگم که پیتزا میخوری میگی صرف شده درست میگم هر الان بله که در واقع فکر می کنم از سرو شده انگلیسی اومده یعنی من مورد خدمات قرار گرفتم به خودم خدمت کردم میگیم صرف شد ممنونم اون صرف شدنه have I have had اون حد دوم شکل سوم فعل have یعنی من داشته هم. من پیتزا صرف چی میگیم صرف کردم پیتزا صرف کردم در مورد اینکه پیتزا رو میذاری تو دندونت یعنی فعل جویدن فعل خوردن صحبت نمیکنه داره در مورد صرف کردن غذا یعنی من غذام صرف شده میگیم چی تو فارسی میگیم صرف شده ممنونم صرف شده یعنی من داشته ام گرفتی هر الان تو خوب تونستم بله بله من... گرفتم باید ایتن رو استفاده کنم به جای حتی اگه ب... آها اگر لزوما بخوای به خوردن جویدنه اون خوردنه اشاره کنی میتونی بگی آی have ایتن اگه بخوای بگی صرف کرده ام میتونی بگی آی هاف آی هاف هاد پیتزا صرف کرده ام آره اوکی خب بریم بعدی اینم اوکی گذشته استمراری آقا باز تو ساختار اس وی او میگنجه که آره مثالاتونو چک کنم بچه اردلان که مثال زد ممنونم اردلان جان همار رخش سوال داری اینجا بله استاد شکل سوم پلی چی میشه پلی بله میشه پلید پلید Play. ممنون بله خواهش بود و ضمن اینکه گفتم مهمترین افعال بی قاعده انگلیسی رو که باید بلد باشید در یک ویدیو به صورت کامل توضیح دادیم اینا رو بلد باشی کال را میفته در کانال یوتیوب انگلیسی مستحب کنم براتون گذاشتیم آدرسش رو میذاریم تو قسمت توضیحات این ویدیو خواقا فکر شکل زمان آینده کامل یعنی یه ما این تو گفتم ما متاسفانه تو زبان فارسی یه مقدار آیندهمون الکن همچین یعنی دیدی نسبت به آینده برنامه ریزی یکی از مشکلات زبان آموزا و حتی مشکل غذا خوردن حتی مشکل زندگی کردن اینه یعنی که ما برنامه ریزی نداریم آقا اون ساختار آینده کامل که گفتی توی اسوی او میگنجه بله عزیز دلم مثالاتون داره میترکونه کامنت رو آفرین همه رو الان چک میکنیم ساختار آینده کامل یعنی من مثلا سال دیگه به مدرسه رفته خواهم بود نداریم تو فارسی من دیگه چجوری ترجمهش کنم شما ترجمه بهتری میتونی بکن I will have gone آقا همون have gone که داشتیم تو حال کامل اینجا یه will میاد جلوش I will have gone سال دیگه این موقع I will have gone to Canada for example I will have gone to US next year I will have gone من به امریکا رفته خواهم بود و برگشتم اومدم سال دیگه این موقع مثالاتون تو کامنت ببینم ساختارامون تموم شد این ساختارایی که تا اینجا اومدیم اینا رو بلد باشی 85 درصد گرامر تمومه فقط سختش همین آینده کامله بود دیگه این هم خیلی کم تو انگلیسی هم خودش خیلی کم استفاده میشه همون بقیه رو یاد بگیری با این اوکی نگران نباش با تمرین اوکی میشی آقا یه جمله حالا به من بگو فارغ از این ساختاری که به من آموزش دادی مثلا من میخوام بگم که عالی به نظر میاد چجوری تو این ساختار اسویو میذاری میخوام بهت بگم گفتم که این قانون رو یاد بگیری همه جملات انگلیسی رو میتونی تحلیل کنی دیگه مگه نگفتم الان میخوام اثبات کنم بهت آقا یه جمله به ما تو درس های گذشته تو بخش هزار جمله ضروری اساسی که قبلا اومده بودیم کلاس گفته بودی it sounds great یعنی عالی به نظر میاد آقا به جای great بذارم good بذار بذارم amazing بذار یه صفت دیگه هر چی دوست داری بذار ساوندز اینجا نقش چیه اینجا فعل جمله است چرا اس گرفته چون اس سوم شخصه فاعل چیه اینجا فاعل ات ات ایت نمیگم ات هم نمیگم ات یه کوتاهه شهرنا دباغ میدونی چی میگم ات sounds ساوند که من شنیده بودم یعنی صدا یه یه معنی دیگه, دیگه داره یعنی به نظر اومدن به گوش اومدن اس سوم شخص هم گرفته فعلمون great یعنی عالی great در اینجا چیه مفعول یا متمم جمله است آقا پس این ساختاره که دادی به ما یاد میدی تو کل همه جا استفاده میشه آره قربونت برم it sounds great فاعل به علاوه فعل به مفعول یا متمم جمله حالا اینو میخوام تغییر بدی بگو it sounds یه چیزی لیلی فرامرزی بگو sounds little It sounds little, 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 little. کوچیک <yelled> به آم. نظر میرسه. So میگه سیم نمیشه. جان؟ میگه سیم نمیشه استاد. سیم اگه منظورتونه. سیمز به نظر اومدن. سانزم. सیمزم... Yes, آقا ما تو فارسی چون فعلش رو نداریم. اسمایک ما تو فارسی برای ساوند داریم به گوش اومدن. ولی استفادهش کمه. It sounds great یعنی به گوش عالی میخوره باشه گرفتی اسم Thank, Thank you. تو فارسی بیشتر میگیم عالی به نظر میاد ولی در واقع معنی درستش رو بخوای بگی میشه عالی به گوش میرسه Sounds میترا یزدیان مثال تو بزن It sounds perfect It sounds perfect عالی به نظر میرسه کامل بی نقص به نظر میرسه سارا زمانی مثال تو بگو بچا مثالاتونو تو کامنت بنویسید دارم میبینم it sounds wonderful آفرین it sounds beautiful it sounds nice آفرین it sounds it looks nice اینجا فعل nice sounds رو میخوایم به کار ببریم فیروزه مثال تو بگو okay thank you it sounds incredible it sounds it sounds well it sounds well خوب به نظر میرسه. اوکی؟ ماندانا بگو به سالتو. It sounds awesome. It نیست. ماندانا. بین ای و ای. It. It. بگو sound. دوباره. It sounds awesome. 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 یعنی خفه. It sounds interesting. یه جمله دیگه بریم توی این ساختار قرار بدیم. میخوام بگم که ساختار کل جملات همینه دیگه. نه؟ بعد شما میگی چی؟ English is so easy. انگلیسی خیلی ساده است. بله با انگلیسی مثل آب خوردن. داریم سال هاست داریم داد میزنیم. Easy peasy English. انگلیسی مثل آب خوردنه. بارها گفتیم. به همه گفتیم. ف... پروانه بگه. English is so easy. English is so easy. English is so easy. انگلیسی خیلی آسونه. میترا از دیام بگه. دستا بالا بچه کامنت اوه 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 اوه. English is so important. بله دقیقا English. English is so easy. English is so easy. English is so important to comment. بچا دارن میوسن. English is so difficult. خب ببینم کی دستش بالاست؟ علی برو مند خوش که بیجاری. چه شمال. بخو. درود بر شما. English is so easy. انگلیش نیست علی. انگ ببین English گوش, is so گوش, easy. گوش کن English. بگو English is so easy آفری آفری زرین بگه انگلیش is so easy آقا اینجا من هنوز شک دارم این تو این ساختار به گنجه ها انگلیش فایل جمله است is فعل جمله است یعنی yani است so easy یعنی خیلی آسون بسیار آسون سو so در اینجا یعنی این چنین یا بسیار برای تاکید به کار رفته نه انگلیش از سو در اینجا ایش. هم میتونه مفعول باشه هم هم متممش باشه خب بریم ساختار بعدی رو ببینی It's رینینگ داره بارون میباره ساختار چیه اینجا ساختار حال استمراریه ات فائل جمله ات داره به چی اشاره میکنه به رین It's raining در واقع میتونه بگه که it به واقعیت ماجرا به عنوان فایل اشاره میکنه It's raining داره بارون میباره پس تو این ساختار دوباره گنجید ولی اینجا متمم دیگه نداره متمم هز شده It's raining outside مثلا میتونی یه چیزی اضافه کنی بیرون داره میباره It's raining داره بارون میباره کی میتونه بگه که تو کامنت ها برام بنویسید کی میتونه بگه داره برف میباره زمستون زن... خدا نه چی می... آه it's snowing دو تا اس داره می چسمم به هم نه it's snowing ببین یه دونه میشنوی شنوی it's snowing it's snowing داره برف میباره زمستون خدا در درم گمشگر <laughs> it's not it's none of your business It's none of your business. آقا تو ساختار SVO می گنجه این ساختاری که آوردی برامون امروز. بله. یه حرف بدیه دیگه. به تو مربوط نیست. به تو ربطی نداره. It فاعل جمله is فعل جمله است. یعنی it is اون است. None of your business. هیچ ارتباطی به کار تو. اون هیچ ارتباطی به کار توه. یعنی اون به تو ربطی نداره. بیادبیه حواست باشه It's none of your business بیزنس همار اخش بگه فهیم عرافی بگه پروانه یوسفی بگه It's none of your business It's none of your business It's none of your business نه فهیم عرافی خدا شاید پا میشم میام اونجا هزار دفعه گفتم اینو بهت It It آها آه. بگو It's none of your business business. یا تو بیم. یه گوتا It's none, It's none of your business. It's none of your business. Business. بچه من فهیم و میشناس با شوخه میکنم. It's none of your business. بیزینس نه. بزنس. یه بار دیگه بگو نه. It's none of your business. بیزینس نه. بزنس. بزنس. It's none of your business. آفری. آفری. سپهر اسدی نفیس شیرزای لیلی فرامرزی. It's none of your business. It's none of your business. آفرین. It's none of your آفرین. It's, It's none of your business. آقا تو این ساختاری که به ما یاد دادی خیلی خفن بود. سوالی پامیه دارید؟ حتما بپرسید تو کامنت ها. خیلی عالی بود نه؟ بریم یه بار مرور کنیم؟ نه خودتون این درس رو بعدا مرور میکنید. کجا بودیم؟ درس 38 از کلاس های آنلاین رایگان انگلیسی مستحاب خوردن توان گرفته است از تیم بکند انگلیسی مستحاب خوردن که در خدمت شماست در یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام، تک تاک و همه جای اینترنت از سال 2003 برای شما محتوای آموزش انگلیسی به فارسی تقدیم و ارائه نموده ایم سپاسگزاریم که انگلیسی مستاب خوردن رو سالهاست حمایت رو همراهی میکنید صدها ویدیو درس آموزش رایگان و یادگیری رایگان انگلیسی در کانال یوتیوب انگلیسی مستاب خوردن در خدمت شما جانان